جناب والی فاریاب، رهبری و مسئولین محلی فاریاب از شما خواهش کردند که 15 طب معالجوی در فاریاب ایجاد شود که اشد ضرورت است و شما جواب قاطع در اون مجلس ما نگرفتیم که اگر داشت هر پایتان میشه در مورد از این جواب قاطعتون چی است؟ یک چیز ما بگویم در ابتدا که این 15 طب خیلی یک رشته مهم است. تکثیر اونا به نفع ملت نیست که در هر جای 15 طب ایجاد شود. بعض دکترای به کیفیت در جامعه ایجاد میشه و وضعیت می مملکت ما و شما دیگه هم به سوی تخریب میره. در همین باره نظام تحصیلی خیلی احتیاط داره که به هر کس و به هر پونتون پونزه تیب ندهد. در صورتی که در یک ولایت امی خاص میشه که به ما پونزه تیب باید داده شود، شرایطش باید برابر کنه. مثلا نصاب و استاز و روغتون کدری و امی چیزا کلش برابر شود، معیار تضمین کیفیت ای که برابر شود، باز ای به شورای عالی میره، از این طرف تصویب میشه. به همین خاطر در این مجلس گفتیم که شرایط استادای فاریاب و والی صاحب فاریاب برابر کنه، چیزی که به دوش ما میشه ما برابر میکنیم. باز بعد از این به آماده هستیم که 15 طب به کنتون فاریاب بدیم. 3 پانزده ما تعمیر نداره، 27 نیم جرف زمین در قبضه نظامی هست. این مورد چی بودم میتیم؟ ما خو به تمام افغانستان الحمدلله درباره همین زیربنا خیلی کار کردیم. در بعضی جایا احاطه نبوده، امیر را برابر کردیم. در بعضی جایا می برکش خراب بوده، سولر دادیم. در بعضی جایا امی آب نداشته، در اینجا برما زده شده و کار ما ادامه داره. انشالله در ایستا ایستا پیش میریم که مشکلی فاریاب انشالله حل میکنیم. پردا بخیر امرای امی چه ریاستی پونتون و شورای علمی صحبت داریم، مشکلات اونا کاملا بررسی میکنیم. حواسی که ما میشه همی کلش انشالله به توفیق خداوینی متعال حل میکنه. تشکر. پژواک خبری آژانس دپیک و ریختن هنداره.